برگزاری نشست 5 جانبه والیان حوزه غرب کشور در هرات. این نشست به منظور هماهنگی بین ولایت زون غرب به منظور کاهش خشونت و استقرار صلح برگزار شده است. سمبولیک خواندن سمپوزیم توانمندسازی زنان از سوی فعالان حقوق زن. فعالان حقوق زن در حد برگزاری چنین سمپوزیم ها را سمبولیک خواندند. نگرانی اعضای شورای ولایتی فرا از کشته شدن غیر نظامیان در انفجار ماین های کنار جاده ای. اعضای شورای ولایتی فرا از طرف های درگیر جنگ می خواند تا دیگر غیر نظامیان را هدف قرار ندهند. اعلام پایان روند ثبت نام رای دهندگان از سوی کمیسیون انتخابات. کمیسیون مستقل انتخابات گفته است در این روند بیش از 9.7 میلیون نفر ثبت نام کردند. با اینکه سخنگوی کاخ سفید میگوید که گفته های ترامپ و پومپئو در مورد مذاکره با ایران تفاوتی ندارد. خانم ها و آقایان سلام، وقت شما بخیر. به سرویس خبری این ساعت از تلویزیون چکات خوش آمدید. شما همچنین میتوانید به گونه‌ای زنده و مستقیم همین اکنون از طریق وبسایت ما نیز بیننده خبرها باشید. دومین روز سمپوزیم توانمندسازی زنان حوزه غرب کشور با حضور وزیر امور زنان، والیان ولایات و زنان فعال زون غرب کشور به پایان رسید. در این سمپوزیم پیرامون موضوعات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و تعلیم و تحصیل گفتگو صورت گرفته است. سمپوزیم توانمندسازی زنان حوزه غرب کشور روز گذشته در ولایت هرات برگزار شده و امروز نیز جریان داشت. در این سمپوزیم زنان پیرامون 4 موضوع هم از اجتماع، فرهنگ، سیاست و تعلیم و تحصیل با هم گفتگو کردند. مسئولان اداره امور زنان هرات میگویند که در این سمپوزیم مشکلات فراروی زنان ولسوالیان نیز بیان شده و قرار است به این مشکلات رسیدگی شود. روی چالش ها و مشکلاتی که فراروی زنان در این حوزه وجود داره توانستیم از بین زنانی که در ولسوالی های این ولایت هست و همچنین خانم هایی که نقش محوری دارند در خود مرکز هم و ولایت، اینا در این سمپوزیم اشتراک داشتن، توانستیم همین مشکلات، پیشنهادات از اونها و چالش هایی که فراروی اینا هست یادداشت بگیریم و مسئولین وزارت امور زنان هستن و دیگر وزارت خانه ها و مشاورین مقامات و اینا یادداشت میشه و انشالله به امید ای که بتوانن این مشکلات و یا چالش هایی که فراروی زنان هست اقدامات صورت بگیره که تاونا انشالله برطرف بشه. در همین حال شماری از اشتراک کنندگان و فعالان حقوق زن در هرات برگزاری همچنین برنامه ها را فقط سمبولیک میدانند. رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان پیش از اینکه رئیس جمهور افغانستان باشه وعده های زیادی به مردم افغانستان به خصوص زنان داد که زنان شامل سیاست و بخش های مهمتر در ادارات دولتی افغانستان می سازه، ولی می بینیم که هیچ یک از وعده هایی که داده بود عملی نشده و اکنون که نزدیک به انتخابات است دوباره برنامه های سمبولیکی از این دست برگزار میشه، پول های زیادی مصرف میشه ولی کار بنیادی در قسمت زنان انجام نمیشه. با وجود از اینکه ما و شما شاهد همچو برنامه در گذشته هم بودیم، سمپوزیوم ها، کنفرانس ها برگزار شد و وعده های سرخرمنی هم داده شد، اما نتیجه ای ندیدیم. اما سهم و نقش زنان، اگر زنان رقابت داشتن با رقابت تونستن یک چوکی یا یک مقام یا در عرصه اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی رشد بکنن، او از تپ و تلاش خود از اونا بوده. اما شماری دیگر از فعالان حقوق زن برگزاری این برنامه ها را برای بررسی و رسیدگی به مشکلات زنان در این بازده زمانی خوب عنوان می کنند. فکر می کنم این نشست حوزوی است و مختص زنان است. در حوزه های مختلف مشکلات زنان کوشش میکنن شناسایی بشه و بر از اون راهکار پیدا بکنن. ما بسیار خوشحال هستم چون اولین بار است که کنفرانس یا سمپوزیم با این بزرگی برگزار میشه و این بانی از خود دولت افغانستانه، یعنی با بودجه وزارت امور زنان ساخته شده، هیچ دونری به این کمک نکرده و ما امیدوار هستم که تفاوت از این باشه به خاطر اینکه سرمایه‌ای که اینجا مصرف کردن، هزینه‌ای که سر از این مصرف کردن تعقیب داشته باشه و برنامه‌های بعدی از این داشته باشه. با این همه اعضای شورای ولایتی هرات نتیجه گیری این سمپوزیم ها را در گروه پیگیری می دانند.
گام اول گام مثبتیه. منتها مثبت بودن این پروسه ادامه پیدا میکنه با پیگیری هایی که از همین آدرس ادامه پیدا میکنه. یعنی اگر مجموعه اعضایی که در این سمپوزیوم شرکت کردن 6 ماه آینده هم بیاین و دعوت بکنن از معین امور محترم امور زنان، وزیر امور زنان، از والی ولایات مختلف و بگن گزارش بدین در مورد اون پیشنهاداتی که ما 6 ماه پیش ارائه کردیم به کجا رسید و نمایندگان محترم پارلمان مخصوصا خانم هایی که دیروز و امروز حضور داشتن اینها هم در کنار مردم قرار بگیرن و باعث شوند که امی حکومت مسئولین حکومتی مخصوصا که در حوزه زنان مسئولیت دارن پاسخگو بسازن اونها را به مردم، مسلما ما شاهد نتایج مثبت هرچند کم خواهیم بود. این سمپوزیوم در حالی برگزار می شود که شماری از زنان در ولایت های زون غرب به این سمپوزیوم شرکت نکردند. انتقادهای هم از سوی شماری از فعالان زن مطرح می شود که در نبود نمایندگان زنان در ولایت های غربی چگونگی مشکلات زنان این ولایت ها بررسی خواهد شد. این در حالی است که مسئولان در وزارت امور زنان کشور از افزایش آمار خشونت علیه زنان در ولایت های زون غرب ابراز نگرانی کردند. در این مورد گفتگو میکنم با صفیه ایماق نماینده مردم بادغیس در مجلس نمایندگان. سلام به شما آقای ایماق، وقت شما بخیر خانم ایماق. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز تلویزیون شما که همین لحظه برنامه شما رو تماشا میکنن، خوشحالم و همچنین تشکری دارم از تلویزیون چکات که مرا دعوت کردن در برنامه. سپاسگزارم. گفتگوی داشته باشیم. سپاسگزارم. خانم ایماق، چگونه دیدید بر حال این سمپوزیوم توانمندسازی زنان حوزه غرب را؟ خب این سمپوزیوم اولی نبود، چون در دیگه زونا این را اندازی شده بود، نه تنها در زون غرب بلکه در دیگه زون هم. گرچه به این دو روز بسیار مشکلات های مطرح شد به ارتباط خانم ها، یعنی چی مشکلات دارن، چون خانم های بیدن هم از ولسوالی شرکت کرده بودن هم از مرکز شهر، اینا دردهای دل داشتن که بیان کردن، اما با تاسف که کسی نبود که صدا از اینا بشنن، چون تنها وزارت امور زنا که میزبان ای برنامه بود، وزیر صاحب امور زنا دیروز حضور داشت، ولی با تاسف که امروز نبود که میشنید که زنا چی خواستایی دارن، زنا چی مشکلاتایی دارن در سطح ابتدا. در ابتدا از نوعیت انتخاب بگوین، با توجه به اینکه هم هر 5 ولایت زون غرب حضور داشتن، نوعیت انتخاب زنان چی بوده است، چه مجرا و چرا کار و شیوه کار چگونه بود؟ خب اینا رو خب برای ریاست های امور زنای وظیفه داده بودن که شما، یعنی زنای مرکز، زنای نخبه و زنایی که در ولسوالی دعوت کنن، که من از بادغیس میتونم، چون نماینده بادغیس هم یکی خودم بادغیس بودم، همراهی از اینا سفر کردیم آمدیم. خب زنای خواستن هم از داخل شهر، بگم از مرکز شهر، هم از ولسوالی ها. من امروز با آخر من هم البته یکی پیشنهاد داشتم برای وزارت امور زنا، که چون هو مرجعیه که همه، یعنی مربوط میگیره به همه زنای افغانستان در مجموع در 34 ولایت افغانستان که خانم ها وجود دارن، چون مرجعی است که باید صدای زن افغان بشنوه، چی در بادغیس، چی در هرات، چی در قره، چی در دیگه ولایت. امروز برنامه بود اما با آخری یک کم سر و صدای خواهیم آمد سر این مورد. نوعیت انتخاب را حالا در بادغیس حداقل شما خوب دانستین که بله، متفاوت بله. بوده از بحث اینها، چگونگی بیان مشکلات رو شما در ابتدای صحبت های خود گفتین که کسی نبود که صدای این هر بشنوه، روز گذشته که به هر حال روز اولی بود چه مشکلاتی را بیان کردند و نحوه بیان مشکلات را، آیا شما راضی بودین از ولایت خودتان؟ روز اول که دیروز بود افتتاحی هم بود، در اینجا زیاد چون در شروع افتتاح بود بزرگوارا بودن، هر کس سخنرانی داشت، شما میفهمید در جریان سخنرانی کسی مشکلات رو گفته نمیتونه دیگه. بعد چون ولی صاحب هرات تشریف داشتن، روز ولی صاحب بادغیس بود، بزرگوارای از ریاست اجرایی بودن، بزرگوارای از ریاست جمهوری بودن، وزیر صاحب امور زنا حضور داشت، مون صاحبای از چند وزارت حضور داشت، اگر اینا میبینن که امروز با زیادتر مشکلات هایی که بگم زنا داشتن در ولایات، در ولسوالی ها امروز مطرح شد، که کاش اونا میبینن، ولی اونا حضور نداشتن. امروز تنها از وزارت امور زنان موین صاحب مسلکی بود، همراه یک و دو از مشاورین
وزارت امور زنان یک دو مشاور از ریاست جمهوری بود، دیگر از دفتر بانوی اول بودن که اونا دیروز بودن ولی امروز نبودن، اکثریت اینا رفته بودن. خب وقتی که مشکلات ها مطرح شد، چی در بخش اجتماعی، چی در بخش اقتصادی، چی در بخش فرهنگی، چی در بخش تعلیم و تربیه، چی در بخش تحصیل، چی در بخش امنیت، چی در بخش انتخابات، اینا باید کسانی که در این راستا مسئولیت داشتن، مسئول بودن، بزرگوارایی که در رأس اداره بودن، باید حضور می داشتن که یک جواب می داشتن، اما حضور نداشتن. فقط زنام هم دردای دل که داشتن می گفتن و تنها موی صاحب بود که گوش می گرفت، موی صاحب مسلکی وزارت امور زن. درست است. مشکلات عمده مردم بادغیس مخصوصا زنان بادغیسی چه بود و چه چیزهایی را شما بیان کردن مشخصا؟ خب اگر بگوییم که یعنی به مقایسه کنیم با 16 سال پیش مشکلاتی که زنهای بادغیس داشت، یعنی با این هم یعنی چشم پوشی از حقیقته که من فکر میکنم میگم او زن افغانی که چی در بادغیس ولایت های معروم میگن، نه ایرات، چون ایرات ولایت در جوال ولایتی که با امکانات ولایت های معروم مثل قور، بادغیس، بامیان، نیمروز، ایت ولایت هایی که، اما او زن افغانی که بگم دیروز بود امروز نه، چون دسترسی پیدا کرده، امکانات مهیا شده بر اینا، مثلا کورس های سواد آموزی شده، دیگه پروگرام هایی که حکومت در برای خانم ها، برای ارتقای ظرفیت برای خانم ها گرفته در ولایات، به حد نه یک ذره که یعنی 100% زنای بادغیس دسترسی به همه چیز داشته باشن، یا مثلا از حقوق حقی خود 100% آگاهی داشته باشن. خب او تمنیه با اونم از 10 سال پیش بگیم، از 15 سال پیش بیتر شدن، کم آگاهی پیدا کردن زنای بادغیس. در قسمت آگاهی حالا شما اشارات داشتین، چیزهایی که شما از وزارت امور زنان میخواستین و میخواستین که بشنون و گوش شنوایی باشه و شما بیان بکنین، چه چیزهایی بود که در اولویت این روزهای زنان بادغیسی قرار داره؟ زیادتر همگی شکایت داشتن بگم، یا بیچارا بسیار درد داشتن در قسمت امنیت. اول مسئله امنیت که امروز در افغانستان شرایطی آمده که هیچ کس مسئول، چی از اگر از ریاست جمهوری بگیریم تا وزیرا، تا وکیلا، حتی میبینیم که یک کراچیوان بگم یک گاریوان مسئول نیه، اون خود زده میشه، بگم اینطوری میشه کشته میشه. اول مشکل هم میگه مشکل امنیت بید، که اگر امنیت باشه خانم ها میتونن که به علاقه مندی به ادارات برن، مثلا تحصیل کنن، کار کنن. همین ناامنی هم است که خانم ها رو کمی به مشکل دوچار کرده در قسمت رفت آمد ادارات، مثلا شما بگم در قسمت اقتصاد، در قسمت تعلیم و تربیه. درسته. شما به عنوان نماینده مردم بادغیس در مرکز کشور ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگی دارین با وزارتخانه ها و هر لحظه میتونین با اونها دیدار داشته باشین، چه کردین در قسمت اینکه این وضعیت مردم بادغیس مخصوصا زنان به هر حال دیگه ادامه نداشته باشه؟ خب نماینده های مردم بادغیس برای مردم بادغیس وعده کرده بودیم که هر جا که منافع شما مردم بود ما از حقوق شما دفاع میکنیم. گرچه لایه وظایف یک وکیل سه چیزه بگم، سه اصل عمده، یکی یک نمایندگی خوب، یکی دوم قانونگذاری، سوم نظارت از عمل کرده دولت. با اونم میتونیم که ما یک پل ارتباطی بین مردم خوب و مرکزی ها بگم، البته دولت مردان باشیم. همیشه نه تنها خودم بلکه وکیلایی که در پارلمانیم، چون ولایت ما یک ولایت بسیار دور افتاده از مرکز، بگم از چشم همه دولت مردان دور مانده بادغیس. خب خداوند سپاسگزاریم که بادغیس را ما نمیتونیم بگیم که بادغیسی که مثلا 10 سال پیش بود، 5 سال پیش بود، امروز الحمدلله یکی از آرزوهای دیرینی مردم بادغیس که ما سه پروژه بسیار مهم حیاتی برای مردم بادغیس هم آب و سرک و برق بود که الحمدلله برق شما مطبوعاتی ها در جریانیم که رئیس صاحب جمهور این بار دهم بود که در بادغیس رفت، که خود من خودی حضور داشتم، یکی بار اول رفت سرک القوی ما رفت تا کرد، ولی به بار دهم برق که از طریق ترکمنستان آمده بود به بادغیس او رفت تا کرد، که امروز الحمدلله مردم بادغیس صاحب
روشنایی هن بگم در خانه های خود. درست است. چون وقت ما کوتاه است خانم ایماق، میخوایم پیرامون مسئله که شما اشاره کردین که من گفتم پیرامون یه مسئله خواهیم آمد و با شما صحبت خواهیم کرد، پیرامون بحث نارضایتی که ظاهرا دلخوری که داشتین چه بوده در این سمپوزیم؟ نه خوب، سمپوزیمی که امروز دیروز افتتاح شد ولی امروز ختمی بود، بعد از اینکه ختم شد یک تعداد تقدیرنامه های از طریق وزارت امور زنان برای زنان نخبه بگم شایسته، گرچه در مجموع زنایی که حضور داشتن همه پیش خود ما شخصا محترمن، ولی ای که اوزه گفته بگم یا زون گفته از دیگه ولایت هم خواسته بود، امروز ولی صاحب بادغیز تشریف داشت در خود همین مجلس، من خودم بنیس نماینده بادغیز بودم، تقریبا 20-22 نفر از خانمای بادغیز حضور داشت، رئیس امور زنان بادغیز بود، تنها از بادغیز نه، هرات، فرا، نیمروز، قر اینا بودن. یک تعداد تقدیرنامه هایی که توزیع شد از طریق وزارت امور زنان برای رئیس امور زنای فیلی هرات، حتی برای رئیس امور زنای قبلی که قائب بود، مثلا خودی میگن وظیفه ترک کرده بود، رفته بود به خارج و پس آمده بود، من نمیگم که اونا شایسته تقدیرنامه نبودن، بودن، ولی با آنم وقتی که این مردم رو خواسته بودی، یعنی از ولایت ها دعوت کرده بودی، تقدیرنامه میدادن، باید برای هم میگی، من نمیگم که یعنی در مجموع میداد، فقط باز هر کدام از اینا به هر ولایتی یک تقدیرنامه، یعنی به نمایندگی از وزارت امور زنان داده، به نمایندگی از همه گی به ریاست ها رئیس های امور زنان میداده که اینا چقدر دست و پنجه نرم کردن. شما به شما خود معلومه، برای همه کسانی که برنامه شما رو تماشا میکنن، برای وزارت امور زنان، برای کسانی که این برنامه رو تهیه و تنظیم کردن، که وقتی که از ولایت میان ایراد خواهم خانه اینا نزدیک آمدن، این بیچاره باور کنیم بین رو موترهای طالبا آمده، برای حتی برای از اینا خواسته که برای ما پول بدیم، این بیچاره از ترس صدا خور نکشیدن. سپاسگزارم از شما، یعنی به بسیار مشکلات آمدن ولی تقدیر نشدن. سپاسگزارم از شما. خواه حال ادامه می دهیم. نشست پنج جانبه والیان حوزه غرب کشور امروز در هرات برگزار شد. در این نشست پیرامون خشونت، استقرار، صلح و مدیریت احتمالی آتش بس در روزهای عید سعید و قربان گفتگو صورت گرفته است. همکارم گزارش ساخت از سرین مارد. نشست پنج جانبه والیان و مسئولان ولایات زون غرب کشور به منظور هماهنگی بین والیان امروز در هرات برگزار شد. والیان در این نشست پیرامون کاهش خشونت ها و استقرار صلح در حوزه غرب کشور بحث و گفتگو کردند. محمد آصف رحیمی والی هرات میگوید که در این نشست پیرامون موضوعات مختلف از جمله مدیریت آتش بس احتمالی در ایام عید سعید قربان گفتگو صورت گرفته است. هماهنگی بیشتر میان ولایات پنج ولایت زون غرب به وجود بیاریم و بحث پیرامون آتش بس احتمالی که در ایام عید قربان در نظر است روی مدیریت از این بحث های جدی داشته باشیم، با در نظر داشت تجاربی که از سه روز آتش بس عید رمضان داشتیم و همچنان تعریف اقدامات و قدم های بعدی خود در سطح محلات به خاطر کاهش خشونت و جنگ در ولایت خود داشته باشیم و جلب همکاری های بیشتری را به خاطر تامین امنیت از مقامات نظامی خود افغانستان و همچنان از مقامات حمایت قاطع به زون غرب جلب بکنیم. در همین حال والی هرات نیاز به استقرار صلح در کشور را جدی خوانده و تاکید نمود که در شرایط کنونی بیشتر از هر زمان دیگری زمینه استقرار صلح مساعد شده است. خب البته تو یک بسته پیشنهادی برای صلح نیست، بلکه برای اقداماتی است که احیانا اگر آتش بس در نظر گرفته میشه در ایام عید با استفاده از تجربیاتی که در عید رمضان داشتیم چی باید بکنیم. مدیریت جدیتر باید باشه، جدی، همه به این نظر بودن که البته آتش بس چیز بسیار خوبی است، توافق نظر روی ازی است در تمام زون غرب که البته مثل عید رمضان واره اجازه داده نشه که مردم مسلح در داخل ساعت تحت کنترل دولت داخل شوند، به خاطر اینکه برای هر دو جانب مفید نیست و از این جلوگیری صورت بگیره و همچنان نظریات دیگر با حکومت مرکزی شریک کردیم که امیدوار هستیم در داخل یک دایرکتیف مشترک به تمام ولایت افغانستان در نظر گرفته شد.
از سوی هم رئیس اداره حمایت از ارگانهای محلی در نشست والیان حوزه غرب کشور میگوید که کشورهای همسایه در پشت جنگ افغانستان قرار دارند. نمیتونیم منتفی بدانیم این مسئله را که جنگ و مشکلاتی که در این منطقه است دست همسایه ما در اون نیست، چون که مسائل طوری است که بر زوا مهم است، خواستن مسئله آب و در این منطقه پروژه کلان آب است، بند سلماست که جور شده، بند پاشدان است، بند بخشابات است سر فرارود، بند کمال خان است سر نیمروز، کجکی دوم یا سوم است. این در حالی است که قرار است بسته پیشنهادی این نشست در پیوند به کاهش خشونت و استقلال صلح به کابل فرستاده شود. شماری از اعضای شورای ولایتی فراس تلفات غیر نظامیان در پی انفجار ماین‌های کنار جدهی در این ولایت نگرانند. در آخرین مورد روز گذشته در پی انفجار ماین کنار جدهی در منطقه فرارود ولایت فرا 11 نفر کشته و 40 نفر دیگر زخمی شدند. در جریان یک ماه گذشته این دومین انفجار ماین کنار جدهی در ولایت فرا است که از غیر نظامیان قربانی می‌گیرد. در تازه ترین رویداد صبح روز گذشته یک موتر بس 9404 در منطقه لخشک فرارود ولسوالی بالابلوک فراه با ماین کنار جاده ای برخورد کرده است. در این رویداد 8 نفر به شمول یک زن کشته و 40 نفر دیگر زخمی شدند، اما آمار کشته به 11 نفر رسیده است. امروز ساعت 4:30 بامداد امروز موتر مسافربری 404 که مربوط شرکت احمدشاه عبدالی بود و از ولایت هرات به کابل در حرکت بودند، در مسیر راه در منطقه لخشک مربوط ساحه فرارود ولسوالی بالا بلوک است با ماین کنار جاده که قبلا توسط مخالفین مسلح جای به جا شده بود انفجار میکنه. در نتیجه انفجارشان 8 تن به شمول یک زن به شهادت میرسند و 40 تن دیگرشان که شامل اطفال، زنان و مردان است زخمی میشند. این در حالی است که دو هفته پیش در نتیجه انفجار ماین کنار جاده‌ای در ولسوالی خاکسفید این ولایت 5 غیر نظامی جان باخته و 3 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. اعضای شورای ولایتی فرا از تلفات غیر نظامیان در پی انفجار ماین کنار جاده‌ای نگران بوده و از طرفهای درگیر جنگ خانه ملاحظه جان غیر نظامیان شدند. خیر محمد نورزایی عضو شورای ولایتی فرا پیکارجویان طالب را عامل این رویداد می‌داند. د دې لپاره چې د ملکی خلکو د تلفات لپاره به جلوګیری وسي، مخکې خو هغه د خارجانو عملیاتونه او خسرانه عملیاتونه کوله چې زموږ ملکی ځوانان سپینسرې ماشومان پکښې شهیدان کېدل. اوس موږ خپل د افغانستان د خلکو څه د ټولو څه مو غوښتنه ده، د په ټولو دا غږ کوو چې د خسرانه د خلکو پر رفتامت کې چې د ملکی خلکو رفتامت کېږي خسرانه ماینونو دی نه پټي. گفته نیست که انفجار ماین کنار جاده‌ای که حکومت افغانستان پیکارجویان طالب را متهم به جاسازی آن میکند بارها در فرا و دیگر ولایت زون غرب جان غیر نظامیان را گرفته است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان رسما پایان روند ثبت نام رای دهندگان را در سراسر کشور اعلام کرد. کمیسیون انتخابات امروز رسما پایان روند ثبت نام را اعلام کرد و گفت که مراکز ثبت نام در سراسر کشور بسته شدند. حفیظ الله هاشمی سخنگو عضو کمیسیون انتخابات گفته که در این روند بیش از 9.7 میلیون نفر ثبت نام کردند که بیش از 9.5.8 میلیون آن را مردان و بیش از 3.1 میلیون آن را زنان تشکیل میدند. آقای هاشمی افزوده که مردم ولایت اروزگان کمترین ثبت نام را برای شرکت در انتخابات آینده مجلس نمایندگان و شورای ولسوالی‌ها داشتند. او با اشاره به اینکه با ختم پروسه انتخابات مجلس نمایندگان روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آغاز می شود، افزوده که از این لیست برای انتخابات مجلس نمایندگان و انتخابات ریاست جمهوری کار گرفته می شود. پس از میان برنامه کوتاه با ادامه خبرها ما را همراهی کنید.
اکنون خبرهای خارجی ساعت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید بین گفته‌های ترامپ و پومپئو در مورد مذاکره با ایران تفاوتی وجود ندارد. هدر نورد در جمع خبرنگاران گفته است آن رئیس جمهوری و آن وزیر خارجه کشورش گفتند آماده مذاکره هستند. نورد گفت آیا ما خواستار تغییرات در رفتار ایرانی ها هستیم؟ قطعا، و به همین دلیل است که شما بارها از وزیر خارجه درباره نوع این تغییرات در رفتار ایرانی ها میشنوید. تغییراتی که دولت آمریکا و بسیاری از دیگر کشورها خواستار مشاهده آن هستند. خانم نورت میگوید آمریکا امیدوار است این تغییرات رخ دهد. او افزوده قطعا مردم ایران نیز امیدوار هستند که رفتار حکومت تغییر خواهد کرد و آنها صاحب آینده بهتر خواهند شد. توضیحات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با پرسش های خبرنگاران در توضیح اظهارات آقایان ترامپ و پومپئو بیان شده است. روز دوشنبه دونالد ترامپ در جریان یک کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر ایتالیا در پاسخ به این پرسش که آیا حاضر است با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ملاقات کند گفت اگر او مایل به این کار باشد من قطعا آماده ام و این ملاقات نیز بدون هیچ شرطی خواهد بود. ساعتی بعد مایک پومپئو ضمن حمایت از رویکرد ترامپ تاکید کرد که اگر ایرانی‌ها از خود این تعهد را نشان دهند آن وقت رئیس جمهوری گفته آماده است که با آنها بنشیند و گفتگو کند. این دو گفته سبب شده تا خبرنگاران در جریان کنفرانس خبری سخنگوی وزارت خارجه پرسش‌های را نیز در این زمینه مطرح کنند. سخنگوی وزارت خارجه پس از طرح پرسش‌های پی در پی در این مورد که آیا پومپئو حاضر به انجام مذاکرات بدون پیش شرط است، بار دیگر تاکید کردند وزیر خارجه و هم رئیس جمهوری آمریکا به این پرسش پاسخ دادند. سخنان آقای ترامپ در مورد آمادگی برای انجام مذاکرات با ایران با واکنش‌های داخل ایران روبرو شده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت که ایالات متحده تنها باید خودش را به خاطر خروج و ترک میز مذاکره ملامت کند. تهدیدها، تحریم‌ها و ترفندهای تبلیغاتی کارساز نخواهند بود. مرور دوباره به سرخط خبرها. برگزاری نشست پنج جانبه والیان حوزه غرب کشور در هرات. این نشست به منظور هماهنگی بین ولایت زون غرب به منظور کاهش خشونت و استقرار صلح برگزار شده است. سمبولیک خواندن سمبوزیم توانمندسازی زنان از سوی فعالان حقوق زن. فعالان حقوق زن در هرات برگزاری چنین سمبوزیم ها را سمبولیک خواندند. نگرانی اعضای شورای ولایتی فرا از کشته شدن غیر نظامیان در انفجار ماین‌های کنار جاده‌ای. اعضای شورای ولایتی فرا از طرف‌های درگیر جنگ می‌خواهند تا دیگر غیر نظامیان را هدف قرار ندهند. اعلام پایان روند ثبت نام رای دهندگان از سوی کمیسیون انتخابات. کمیسیون مستقل انتخابات گفته است در این روند بیش از 9.7 میلیون نفر ثبت نام کردند. بانک سخنگوی کاخ سفید میگوید که گفته های ترامپ و پومپئو در مورد مذاکره با ایران تفاوتی ندارد. بینندگان گرامی این بود سرویس خبرین ساعت که تقدیم حضورتان شد. شما میتوانید 7 روز هفته و 24 ساعت شبان روز مهمترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان و به خصوص خبرهای مهم حوزه جنوب غرب کشور را از طریق وبسایت تلویزیون چکات دریافت و دنبال کنید. در هر جای جهان که زندگی می کنید بدون محدودیت زمانی و مکانی می توانید با مراجعه به وبسایت تلویزیون چکات بیننده خبرها و برنامه‌های ما در آنجا نیز باشید. تشکر از همراهیتان.